فصل شستم در باب آنچه در راه بارسلون بر سر دونکیشوت آمد. در سحرگاه ملایمی که نوید خنکی هوا را در تمام آن روز می‌داد، دونکیشوت از بس علاقمند بود دروغ آن مورخ تازه به دوران رسیده را ثابت کند، ابتدا از راه مستقیم بارسلون بیان که نیاز به عبور از ساراگوس باشد جویا شد و سپس از کاروانسرا بیرون آمد. باری قضا چنین خواسته بود که تا 6 روز ماجرایی که قابل ذکر باشد بر سر او نیاید. در پایان روز ششم و در آن هنگام که وی از شاهراه منحرف شده بود، در قلمستان انبوهی از درختان بلوط یا چوب پنبه که معلوم نیست کدام یک بوده است، پرانتز در اینجا سید حامد بن انجلی دقتی را که در نقل سایر موارد داستان داشته است از خود نشان نمی دهد، پرانتز بسته. شب بر سر دست در آمد و دونکیشوت را غافلگیر کرد. ارباب و نوکر از مرکبهای خود به زیر آمدند و سانکو که به هنگام روز غذای مرتب و کاملی خورده بود به تنه درختی تکیه کرد و به خواب رفت. دونکی شد که از دست افکار و خیالات پریشان خود بیش از گرسنگی رنج می برد، نتوانست چشم برهم نهد و با شهپر خیال به هزاران نقطه مختلف سفر کرد. وی گاهی چنین می اندیشید که به غار مونتزینوس بازگشته است، گاهی به نظرش می آمد که دلبر عزیزش دلسینه دوتوبوزو به صورت زنک زشت روستایی بر قاطری نشسته و قاطرش سکندری خورده است و گاه نیز سخنان مرلن جادوگر حکیم در گوشش تنین می‌افکند که شرط نجات یافتن بانو دلسینه از طلسم چیست و در این باره به چه اقدامی باید متوسل شد. در اینجا دونکیشوت به یاد خونسردی و بی‌انصافی مهتر خود سانکوپانزا افتاد و از شکست شدن طلسم بانو دلسینه سخت مایوس شد، زیرا می دید که مهترش سانکو هنوز از ضربات بیشمار تازیانهی که بایستی بر تن خود بنوازد بیش از 5 ضربه نزده است و این مقدار ناچیز در برابر ضربات بیشماری که مانده بود بسیار بی ارزش و ناچیز بود. این افکار چندان مایه ملال خاطر وی گردید که با خود به سخن گفتن پرداخت و گفت: اسکندر کبیر گره گوردیوس را به جای آن که با دست بگشاید با شمشیر برید و گفت: بریدن و گشودن یکی است و با این وصف فرمان روای مطلق آسیا گرد. پانویس: اشاره به گره یوغ عرابه گوریدوس که باز نمی شد و غیبگویی گفته بود که هر کس آن را بگشاید فرمان روای تمام آسیا خواهد شد. اسکندر نتوانست آن گره را بگشاید، ناچار با شمشیر برید و با این وصف فرمان روای آسیا شد. ادامه متن: من نیز اگر ضرباتی را که برای شکستن طلسم بانو دلسینه لازم است به دست خود و به رغم میل سانکو بر تن او بنوازم، مشکل طلسم حل خواهد شد. در حقیقت چون چاره کار منحصر به این است که 3000 و اندی ضربه تازیانه به تن سانکو بخورد، چه فرق می کند که آن ضربات را خود بر تن خود بنوازد یا دیگری بزند؟ اصل این است که او ضربه بخورد، حال از هر دستی که شد باشد. دونکیشوت با این فکر به سانکو نزدیک شد و اول از لگام روسینانت چیزی شبیه به تازیانه ساخت و سپس به گشودن بند شلوار سانکو که شلوار او را فقط از جلو نگاه داشته بود پرداخت. لیکن پهلوان هنوز کار خود را شروع نکرده بود که سانکو از خواب پرید و چشمان خود را به دونکیشوت خیره کرد و بی اختیار گفت: چه خبر است؟ کیست که به من دست درازی می کند و شلوار مرا می گشاید؟
دون کیشوت گفت منم و آمدم تا جبران بیفکری و مهملی تو و علاج رنج و درد خود را بکنم. آری سانکو، آمدم تا تو را تازیانه بزنم و ذمه تو را از قسمتی از دینی که به گردن گرفته ای بری سازم. دلسینه در رنج و عذاب به سر می برد و انقریب است که از دست برود و تو بی آنکه ککت بگزد زنده ای. ای پسر، من از یأس و ناکامی خواهم برد، بنابراین به زبان خوش شلوارت را باز کن و بدان که من می خواهم امشب و در این مکان خلوت لااقل 2000 ضربه تازیانه بر تن تو بنوازم. سانکو گفت ای وای که چون این کاری مکنید. از حضرت عالی استدعا می کنم که دست نگاه دارید، وگرنه به خدای واقعی که از این کار شما سر و صدا برخواهد خواست و حتی کرها نیز آن صدا را خواهند شنید. ضربات تازیانه ای که من باید بر تن خود بنوازم اختیاری است نه اجباری، و اکنون به هیچ وجه میل ندارم که تازیانه به خود بزنم. بنابراین حضرت عالی به همین بس کنید که من قول بدهم به وعده خود وفا کنم و هر وقت دلم خواست به ضرب تازیانه مگس‌ها را از خود برانم. دون کیشوت گفت سانکو، دیگر من نمیتوانم به دلخواه تو رفتار کنم، زیرا تو مردی هستی سنگ دل و گرچه دهقانزاده ای پست و خشنی ولی تنی نازک و لطیف داری. پهلوان در ضمن گفتن این سخنان به زور به گشودن بند شلوار سانکو پرداخت. سانکو که چون این دید از جا برخاست و راست ایستاد و بر سر اربابش جستن کرد و کمر او را گرفت و با یک پشت پا دون کیشوت را به خاک انداخت. سپس زانوی راست خود را بر سینه وی نهاد و هر دو دست او را چنان محکم گرفت و فشرد که پهلوان نمی توانست تکان بخورد و نمی توانست نفس بکشد. دون کیشوت به صدایی که در گلویش خفه شده بود بر سانکو بانگ زد که چطور خائن نمک به حرام، کارت به جایی رسیده است که بر ارباب و ولی نعمت خود میشوری؟ به کسی حمله میبری که نان تو را میدهد؟ سانکو گفت من به این کارها چه کار دارم؟ من به کمک خود برخواستم که ارباب و ولی نعمت خیشم. حال میخواهم که حضرت عالی به من قول بدهید آسوده و راحت بنشینید و دیگر صحبت تازیانه زدن به من نکنید تا آزادتان کنم و بگذارم بروید، وگرنه به قول شعر آن تصنیف ای خائن ای دشمن دوناسانکا همینجا خواهی مرد. پانویس جمله من به این کارها چه کار دارم در اصل نوشته است من نه به برانداختن شاه کار دارم و نه به نشاندن او، بلکه به خود کمک میکنم، و میگویند این جمله از دو گسل نست که در نبردی که در چادری بین هانری دو ترانستامار و پیر ظالم در گرفته و هانری به زیر افتاده بود به وی کمک کرد تا از زیر تنه حریف بیرون آمد و بر سینهش نشست و او را کشت. توضیح دکتر بارده. ادامه متن. دون کیشوت قول داد که هر چه سانکو بگوید چنان کند و به دلبر نازنینی که خیال اندیشش او را به خود مشغول داشته بود سوگند یاد کرد که حتی دست به پشم کلیجه او هم نزند و او را به خیال خیش بگذارد تا هر وقت که خود بخواهد و موقع را مناسب تشخیص بدهد بر تن خیش تازیانه بزند. سانکو از روی سینه دون کیشوت برخاست و به سرعت از وی فاصله گرفت، ولی همین که به درختی تکیه زد و خواست نفسی به راحتی بکشد احساس کرد که چیزی به سرش می‌خورد و چون دست به سوی بالا برد دستش به دو پای مردی افتاد که کفش پوشیده بود. بیچاره سانکو از ترس و وحشت به لرزه در آمد و شتابان به پای درخت دیگری پناه برد.
ولی در آنجا نیز همین بلا به سرش آمد. آنگاه از شدت ترس به فریاد زدن پرداخت و دون کیشوت را به کمک طلبید. دون کیشوت دوید و از وی پرسید که چه خبر است و موجب ترس و وحشت او چیست؟ سانکو گفت درختان این بیشه پر از پای انسان است که همه از درخت آویختند. دون کیشوت دست به آن پاهای آویخته زد و فوراً دریافت که مطلب از چه قرار است. تذاب سانکو گفت مترس سانکو، مترس که جای ترس نیست، زیرا پاهایی که تو بدان دست زده ای ولی نمی توانی به چشم ببینی بیشک پای دزدان و راه زنانی است که همینجا به دارشان زدند. چه؟ دیوان عدالت وقتی دزدان را می گیرد و محکوم می کند در همین مکان 20-20 و 30-30 به دارشان می زند. ضمناً از این موضوع چنین می فهمم که باید به بارسلون نزدیک شده باشی. و از غذا حدس دون کیشوت کاملا صائب بود. همین که سپید دمید دون کیشوت و سانکو سر بالا گرفتند و خوشه هایی را که از درختان آویخته بود دیدند. این خوشه ها جسد دزدان و راهزنان. آفتاب کم کم بیرون می آمد و هر چند دون کیشوت و سانکو از اجساد آویخته راهزنان ترسیده بودند، ولی ترس و وحشت ایشان وقتی دوچندان شد که ناگاه خود را در میان 40 تن راهزن زنده محصور دیدند. راهزنانی که از کمینگاه ها به در آمده بودند و به لهجه کاتالونی به ایشان امر دادند که تا رسیدن رئیس و پیشوای خود حق حرکت ندارند و ساکت و آرام بایستند. دون کیشوت پیاده بود. اسبش لگام نداشت. نیزه‌اش به درختی تکیه داشت و بالاخره در دست وی هیچ گونه وسیله دفاعی نبود. بناچار دست‌ها را صلیب‌وار بر سینه نهاد و سر به زیر افکند و خود را برای فرصت مناسب‌تری نگاه داشت. راهزنان اول به خر خاکستری رنگ سانکو حمله بردند. در خورجین و جامدانی که بر پشت خر بود پرکاهی باقی نگذاشتند. کار عاقلانه‌ای که سانکو قبلا کرده بود این بود که اشرفی‌های جناب دوک و پول‌هایی را که با خود از ولایت آورده بود در لای کمربند چرمینی که به کمر داشت پنهان کرده بود. لیکن اگر در همین لحظه رئیس و فرمانده دزدان از راه نرسیده بود، ایشان سراپای بدن سانکو و حتی لای کمربند چرمینش را نیز می جستند و اشرفی هایی را که در آن پنهان بود پیدا می کردند. رئیس دزدان مردی بود تقریباً 34 ساله، رشید و قوی هیکل، با چهره سوخته و نگاهی نافذ و گیرا و آرام. بر اسبی قوی هیکل سوار بود و بر نیمتنه زرهی خود 4 تپانچه از آنها که در ولایت پدرنال میگویند بسته بود. وی تا به چشم خود دید که مهترانش دزدان و راهزنان یکدیگر را به عنوان مهتر خطاب میکنند. میخواهند سانکو پانزا را لخت کنند، به ایشان فرمان داد که دست نگاه دارند و فرمان او بیدرنگ اطاعت شد و بدین طریق کمربند سانکو از خطر جست. رئیس دزدان از اینکه دید نیزه‌ای به درخت تکیه دادند و سپری بر خاک افتاده و دون کیشوت نیز به صورتی اسفناک و رقت‌انگیز که تنها ممکن بود شاهکار غم و اندوه محض باشد سلاح رزم پوشیده است، بسیار متعجب شد. به طرف دون کیشوت رفت و خطاب به وی چنین گفت: مردک، غم مخور و برو شکر کن که به دست مردی وحشی و سنگدل از وحشیان اوزیریس نیفتاده ای، بلکه اسیر رکگیناری که رحم و شفقت او بر قساوت و شرارتش می چربد.
پانویس اوزیریس خدای مصریان قدیم که میگویند حامی اموات بود و شاید در اینجا نام محلی باشد. روک گینار راهزن و دزد معروف بارسلونی که بعدها گرفتار و خلع سلاح شد و او را با تمام همدستانش به ناپل فرستادند و چندی بعد به خدمت پادشاه ناپل درآمد و برای او جنگ کرد. توضیح دکتر باردن ادامه متن. دون کیشوت لب به جواب گشود و گفت: هان ای رک گینار دلیر و بیباک، که شهرت و آوازه تو را در سراسر کره ارض حد و انتهایی نیست. بدان آگاه باش که غم و اندوه من نه از این است که به چنگ تو گرفتار آمدم، بلکه بر سهلنگاری و مهملی خیش است که چرا تا به آن حد غافل ماندم که سربازان تو بی آنکه لگام به دهان اسبم باشد و خود سواره آماده کارزار باشم غافلگیرم کردند، در صورتی که من به اقتضای شغل و حرفه خود که پهلوان سرگردانم و بنا به آداب و رسوم معمول این طایفه باید همواره و در هر ساعت هوشیار و آماده بیستم و هر لحظه نگهبان خود باشم. من ای گینار بزرگ، باید تو را از این حقیقت آگاه کنم که اگر سربازانت مرا سوار بر اسب و با نیزه و سپر دیده بودند، چون این سهل و آسان دست به من نمی یافتند، زیرا من دون کیشوت پهلوان مانش، یعنی همان کسم که عالم را از شهرت و آوازه هنرنمایی های خود پر کردم. روک گینار بیدرنگ پی برد که مرض دون کیشوت از جنون است، نه از جسارت و شجاعت. و گرچه گاهی اوقات نام او را شنیده بود، ولی هرگز داستان او را راست نپنداشته و نتوانسته بود قبول کند که ممکن است چون این خیالات پریشان و چون این اوهام و پندار عجیب و غریب در سر مردی جایگزین شود. بنابراین دیدار دون کیشوت مایه شادی و نشاط بی اندازه او گردید، تا آنچرا که از دور شنیده بود از نزدیک به رأی العین ببیند. باری گینار گفت: ای پهلوان ارجمند، غم و یأس به دل راه مدهید و آمدن خود را به این سرزمین نشان بخت بد مگیرید. تقدیر و سرنوشت راه گم کرده شما راه راست خود را باز خواهد یافت، که خداوند عالمیان به طرقی عجیب و به وسایلی بغرنج و پیچیده که فکر بشر از فهم و پیشبینی آن عاجز است، دست افتادگان را می گیرد و بینوایان را به نوا می رساند. دون کیشوت می‌خواست وی را سپاس گوید که ناگاه از پشت سر ایشان صدایی شبیه به صدای سم اسبان و تاختن خیل سواران به گوش رسید. از قضا این صدا فقط از یک سواری بود که به تاخت به طرف ایشان مرکب می‌راند. وی جوانی بود که تقریباً 20 سال داشت. لباسش کلیجه‌ای بود از اطلس دمشقی سبز رنگ، مزین به ریشه‌ها و منگوله‌های زرین، با شلواری فراخ و کلاهی که لبه‌های آن برگشته بود و چکمه‌ای مرتب و براق، با مهمیزهای زرین و مسلح به شمشیر و خنجر و شمخال کوچکی در دست و دو تپانچه به کمر. روک به شنیدن صدا سر برگرداند و آن جوان ظریف و آراسته را دید. جوان همین که نزدیک شد گفت: ای روک دلاور، من به دنبال تو میگشتم تا از دست تو برای درد نامرادی و بدبختی خود درمان و یا لااقل تسکین و تسلایی بطلبم، و چون میبینم که مرا باز نمیشناسی، برای آنکه تو را از تحیر و تعجب بیرون آورم، میگویم که من کلودیا جرونیما، دختر سیمون فورت، دوست صمیمی تو و دشمن جانی کلوکل
تورلاس رقیب تو هستم که باز به شخص تو بستگی دارد، زیرا در جبهه مخالف تو قرار گرفته است. تو خوب می‌دانی که این تورلاس را پسری است دون وینسنت نام، و بر فرض که به چنین نام نباشد، می‌دانم که تا دو ساعت پیش نامی جز این نداشته است. من داستان بدبختی و بیچارگی خود را که از دست آن پسر می‌کشم در چند کلمه به اختصار می‌گویم تا سخن به درازا نکشد. پسرک مرا دید و عاشق شد و راز عشق خود را با من در میان نهاد. من نیز پنهان از پدر به سخن او گوش دادم و عشقش را پذیرفتم، زیرا در جهان هیچ زنی، هرچند به مستوری و خلوت گزینی او کس نباشد، نیست که چون عنان خود به دست هوای عشق سپرد، فرصت و مجال ارضای آن را نیابد. عاقبت پسرک وعده داد که جز من زنی اختیار نکند و من نیز قول دادم که از آن او باشم. ولی این وعده و وعیدها و قول و قرارهای دو جانبه بی اثر ماند، چه همین دیروز شنیدم که او وعده های خود را زیر پا گذاشته است و میخواهد با زن دیگری ازدواج کند، و امروز صبح نیز برای انجام تشریفات نامزدی و عقد رفته است. این خبر هوش و حواس مرا مختل ساخت و کاسه صبرم را لبریز کرد. چون پدرم در خانه نبود، به آسانی به این لباس ها که میبینی دست یافتم و آنها را پوشیدم و سوار بر این اسب شدم و به شتاب تمام خود را به دون وینسنت که اکنون در نیم فرسخی همین مکان است رساندم. وقتی رسیدم، بیان که با گریه و آه و ناله خود یا با شنیدن پوزش ها و معذرت های او اتلاف وقت کنم، این شمخال را به سوی او گرفتم و آتش کردم و سپس این هر دو تپانچه را نیز بر تن او خالی کردم، چنان که میپندارم که بیش از دو گلوله در تنش جا داده و سوراخ‌هایی در بدنش گشودم که سعادت من آغشته به خون سرخ از آن زندان بیرون جسته باشد. باری جوان را بدان حال در آغوش نوکران و خدمتگاران خود که نتوانستند و یا جرأت نکردند به دفاع از ارباب خیش برخیزند به جا گذاشتم. اکنون به جستجوی تو آمدم تا یاریم دهی و مرا از این ولایت به خاک فرانسه برسانی، چه در آن کشور خیشاوندانی دارم و می توانم در نزد ایشان به زندگی خود ادامه دهم، و نیز از تو خواهش کنم که از پدر من حمایت کنی تا خانواده بزرگ دون وینسنت انتقامی وحشتناک از او نگیرند. بروک که از سر و وضع آراسته و جوش و خروش و از ماجرای عجیب کلودیای زیبا متمات و متحیر مانده بود، بیدرنگ چنین پاسخ داد: ای بانو، اول بیا تا برویم و ببینیم که دشمن تو زنده است یا مرده، و بعد آنچه صلاح باشد بکنیم. دون کیشوت با کمال دقت به سخنان کلودیا و به جوابی که روک گینار داد گوش فرا داده بود، لذا ناگهان بانگ برداشت و گفت: خیر خیر، لازم نیست کسی رنج حمایت از این بانو را بر خود هموار کند. اسب و سلاح مرا به من بازدهید و در همین مکان انتظار مرا بکشید. من به سر وقت آن پهلوان خواهم رفت و زنده یا مرده وادارش خواهم کرد تا به قولی که به چنین نازنین پری رخساری داده است وفا کند. سانکو گفت: مبادا کسی در گفته های ارباب من شک کند، زیرا وی در امر ازدواج چنان دست سبکی دارد که مپرس. همین 15 روز پیش بود که جوانی از وصلت با دوشیزهی سرباز می زد و اربابم او را وادار به وفای به عهد کرد، و باور کنید که اگر ساحران و جادوگران بد نهاد که همواره در پی اذیت و آزار ارباب منند صورت آن جوان را تغییر نداده
و او را به شکل و قیافه فراش جلوگر نساخته بودند، تا به حال آن دوشیزه بانو شده بود. رک دینار که بیشتر در بند اصلاح کار کلودیای زیبا بود و پروای یاوه‌گویی های اسیران خود یعنی ارباب و مهتر را نداشت، به سخن هیچ یک از آن دو گوش نداد. و پس از اینکه به مهتران خود فرمان داد که هرچه از شخص سانکو گرفته یا از خرجین خر او برداشتند به وی باز پس دهند، سفارش کرد که همگان به پناهگاهی که شب گذشته در آن سر کرده بودند برگردند. سپس همراه کلودیا چهار نل تاخت تا به جستجوی دون فینسنت برود و او را مجروح یا مرده پیدا کند. هر دو به مکانی رسیدند که کلودیا با عاشق خود میعاد داشت، لیکن به جز چند قطره خون تازه اثری از وی نیافتند. آنگاه به هر سو نظر انداختند و بر بالای تپه‌ای در آن نزدیکی گروهی دیدند که به گمان ایشان نوکران دون وینسنت بودند و ارباب خود را زنده یا مرده برای مداوا یا دفن می‌برد. و از غذا چنین بود. هر دو بر سرعت افزودند تا به آن گروه ملحق شوند و این کار چندان مشکل نبود، زیرا افراد گروه به کندی پیش می رفتند. وقتی رسیدند دون وینسنت را با حالی نزار در بغل نوکران خود دیدند که می نالید و به آهنگی خفه و در گلو شکسته التماس می کرد که مرا در همین جا بگذارید و بروید تا به آسودگی جان بسپارم، زیرا دردی که از موضع جراحات خود احساس می کنم امانم نمی دهد که چندان دورتر بروم. رک و کلودیا از مرکب به زیر جستند و بر بالین محتضر آمدند. نوکران آن جوان از دیدن گینار هراسناک شدند و رمیدند و کلودیا نیز بیش از ایشان از مشاهده ی حال دون وینسنت به رقت آمد و منقلب شد. کلودیا نیمی افسرده و نیمی غضبناک به جوان محتضر نزدیک شد و دست او را در دست گرفت و گفت: اگر تو بنا به عهد و پیمانی که با من داشتی دست در دست من نهاده بودی، هرگز چنین سرانجام شومی پیدا نمی کرد. نجیب زاده مجروح چشمان خود را که دست مرگ بر هم نهاده بود گشود و کلودیا را شناخت و چنین گفت: ای کلودیا، ای دلبر فریب خورده من، میدانم که تو بودی که کمر به قتل من بستی، ولی این کیفر هرگز در خور پندار و کردار من نبود، زیرا هیچ وقت نیت فریب و اغوای تو را نداشته و قدمی در این راه ننهاده بودم. کلودیا گفت: چطور؟ مگر تو امروز صبح به قصد ازدواج با لئونورا دختر بالباستروی غنی نرفته بودی؟ دون وینسنت گفت: خیر خیر، این خبر دروغ را تنها بخت بد من بود که به گوش تو رساند تا از رشک و حسد به هیجان آیی و رشته حیات مرا ببری، لیکن حال که در آغوش تو جان می سپارم از بخت خود خرسندم و خود را عاقبت به خیر می پندارم. تو نیز برای آن که به من نشان دهی که سخنانم را باور کرده ای، دست مرا صمیمانه بفشار و مرا به شوهری خود بپذیر. چه کنم؟ تو گمان کرده ای که به تو اهانت روا داشتم و مرا جز این قدرتی نمانده است که خلاف آن را ثابت کنم و دلت را به دست آورم. کلودیا دست آن جوان را گرم فشرد، ولی قلبش نیز چنان سخت در هم فشرده شد که بیهوش بر سینه خونالود عاشق خیش افتاد و همین خود باعث شد که سکته ای مرگبار بر دون وینسنت عارض گردید.
بروک سخت منقلب شده بود و نمیدانست چه کند. نوکران به جستجوی آب رفتند تا به سر و صورت ایشان بپاشند و چون آب آوردند سر و روی هر دو را خیس کردند. کلودیا به هوش آمد ولی دون وینسنت از آن حال سکته بیرون نیامد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی کلودیا شوهر خود را بی‌حس و حرکت یافت و از مرگ وی مطمئن شد، شیون و زاری آغاز کرد و فریاد و فغان برداشت و بر سر زد و گیسو کند و موهای خود را بر باد داد و چهره به ناخن خراشید و بالاخره آنچه را که از دلی شکسته و حزین و حسرت زده انتظار می‌رفت از خود بروز داد. وی همچنان که میگریست با خود میگفت: ای زن سنگ دل بی چشم رو، برو که چه آسان نقشه شیطانی خود را عملی کرد. امان از دست تو ای شراره رشک و حسد، که چون در جان کسی رخته کردی، وی را به چه سرانجام شوم و یأس‌آمیزی رهنمون. امان ای شوهر عزیزم، چه شد که تقدیر بیرحم و عاطفه و سرنوشت شوم قدار در آن هنگام که از آن من بودی از حجله دامادیت به گور تاریک کشانی؟ الغرض، شیون و زاری کلودیا چنان رقتنگیز و یأسامیز بود که رک را متأثر ساخت و اشک از چشمان او جاری کرد، در صورتی که وی هرگز در عمر خود به رقت نیامده و برای هیچ حادثه‌ای اشک از دیده نریخته بود. نوکران نیز های های به گریه در آمدند. کلودیا پی در پی از هوش می رفت و سراسر آن تپه بدل به میدان ماتم و عزا شده بود. عاقبت روکگینار به نوکران دون وینسنت فرمان داد که جنازه آن ناکام را به خانه پدرش که چندان از آن محل دور نبود برسانند تا به خاک سپرده شود. کلودیا به روک گفت که میخواهم در صومعه‌ای که یکی از عمه های من کشیشه آن است معتکف شوم و باقی عمر را در مصاحبت شوهری نیکوتر که ابدی و ازلی است بگذرانم. روک نیت خیر و مقدس او را ستود و گفت که حاضرم تا به هر جا که بخواهی همراه تو بیایم و در برابر کینه توزی و انتقام جویی اقوام دون وینسنت از پدرت حمایت کنم. کلودیا به هیچ وجه حاضر نشد مصاحبت و همراهی او را بپذیرد و پس از سپاس و تشکر بسیار از محبت‌های او با حالی پریشان و نزار از آنجا دور شد. نوکران دون وینسنت جنازه ارباب خود را بردند و روک نیز به نوکران و همدستان خود ملحق شد. این بود پایان ماجرای عشق و دلدادگی کلودیا ژرونیما. لیکن چه جای عجب است که نیروی مقاومت ناپذیر حسدی کور و کر تار و پود دیبای سرنوشت او را چنین سیاه و نکبتبار بافته بود. روکگینار مهتران خود را در همان محل که فرمان استراحت به آنان داده بود بازیافت و در میان ایشان دونکیشوت را دید که سوار بر روسینانت ایستاده بود و برای آن جمع موعظه می کرد. تا از این زندگی ماجراجویی که برای سلامت جسم و روح هر دو زیان آور است دست بردارند. لیکن اغلب دزدان از اهالی گاسکون و مردمی زمخت و خشن و بیادب و شریر و آدم کش بودند و سخنان دونکیشوت در ایشان نمی گرفت. روک همین که به میان قوم خود رسید از سانکو پانزا پرسید که آیا مهترانش زر و سیم و جواهر و اشیاء گرانبهایی را که از خرجین خر او برداشته بودند پس دادند یا نه؟ سانکو گفت: بلی، فقط 3 دست مال سر از اموال مرا نگاه داشتند که به 3 شهر بزرگ می ارزد. یکی از دزدان که در آن نزدیکی نشسته بود بانگ برآورد که: مردک، چه میگویی؟
دستمال های تو پیش من است و روی هم 3 ریال نمی ارزد. دون کیشوت گفت: ولی راست است. ولی مهتر من، با توجه به اینکه این دستمال ها از دست چه کسی به من رسیده است، معتقد است که به 3 شهر می ارزد. روک گینار فوراً دستور داد تا دستمال ها را به سانکو باز پس دهند. سپس تمام نوکران خود را در 1 صف به خط کرد و دستور داد تا هرچه البسه و جواهر و نقدینه و لوازمی را که از روز آخرین تقسیم تا به آن ساعت دزدیده بودند پیش آورد. سپس با سرعتی بیمانند حسابی تقریبی در مغز خود کرد و اشیایی را که غیر قابل تقسیم بود به پول سنجید و بدین گونه غنایم را ما بین تمام یاران خود چنان از روی عدل و نسبت تقسیم کرد که کمترین خللی بر ارکان عدل و داد وارد نیامد. پس از فراغت از انجام این کار که همگان از آن راضی و خوشنود بودند، روک رو به دون کیشوت کرد و گفت: آری پهلوان، اگر چنین عدل و مساواتی در حق این مردم رعایت نمی شد، زندگی با ایشان غیر ممکن می بود. سانکو فوراً به سخن در آمد و گفت: از آنچه من دیدم چنین برمی آید که رعایت عدل و انصاف حتی در میان دزدان نیز لازم و ضروری است. یکی از مهتران چون این سخن بشنید، قنداق شمشال خود را بلند کرد و می‌خواست بر فرق سانکو بکوبد و بیگمان اگر روک گینار بانگ بر سر آن مرد نزده و او را از این کار باز نداشته بود، جمجمه سانکو بدبخت از هم شکافته می شد. سانکو از سر تا پا چون بید لرزید و در دل با خود عهد بست که تا در میان این قبیلش خاص است لب از لب نگشاید. در این اثنا یکی از مهتران که در کنار شاهراه عمومی پاس می داد و مراقب عبور و مرور کاروانیان بود تا هر وقت که لازم باشد به ارباب و رئیس خود خبر دهد، باز آمد و گفت: قربان، در همین نزدیکی و در جاده‌ای که به بارسلون می رود جمع کثیری می آیند. روک گفت: هیچ فهمیدی که از چه قسم اشخاصی هستند؟ از آنان که همیشه در کمین ما نشستند یا از آنان که ما در کمین ایشانیم؟ مهتر گفت: از آن دسته که ما در کمینشان هستیم. روک فریاد برداشت و گفت: خب، پس باید همگان بروید و آن جمع را اسیر کنید و به اینجا بیاورید. مبادا یک تن از ایشان بگریزد. همه اطاعت کردند و روک به انتظار اینکه مهترانش چگونه کسانی را خواهند آورد با دون کیشوت و سانکو تنها بود. چندی نگذشت که روک به دون کیشوت گفت: قطعاً نحوه زندگی و همچنین ماجراهای پرخطر و هراس‌انگیز ما برای جناب دون کیشوت تازگی دارد و اگر چنین باشد نه جای عجب است، زیرا من خود معترفم که عاملی که مرا در این راه ناسواب انداخته است همانا حس انتقامی است بسیار قوی و نیرومند که قلب آرام ترین و سلیم ترین مردمان را منقلب می سازد. من خود ذاتن مردی رحیم و مهربان و خوشقلب و پاک سرشتم، ولی چنان که گفتم هوس انتقام از توهینی که یک روز به من شد چنان خوی و خصلت انسانی مرا به هم ریخت که اکنون با آنکه نتایج زشت و وخیم این حرفه را میبینم در حفظ آن پا بر جا و ثابت قدمم. از طرفی چون گناه گناه میآورد و از پی هر پرتگاهی پرتگاهی دیگر است، انتقام ها چون دانه های زنجیر به هم متصل شدند. قسمی که من اکنون نه تنها گرفتن انتقام خود بلکه گرفتن انتقام کسان دیگر را نیز بر عهده دارم. با این وصف خداوندگار عالم چنین خواسته است که من با آنکه در این راه پر پیچ و خم و خطرناک آواره و سرگردان شده ام،
همواره امیدوار باشم که روزی بتوانم از این راه منحرف شوم و به سرمنزل نجات برسم. دون کیشوت از شنیدن سخنانی چنین منصفانه و خردمندانه از زبان روک گینار سخت متعجب شد، زیرا وی چنین میپنداشت که در میان دزدان و راهزنان و آدمکشان کسی که صاحب عقل و ادراک صحیح و احساساتی پاک و شریف باشد پیدا نمی شود. وی در جواب روک گفت: آقای روک، برای بیمار آغاز تندرستی از آن لحظه است که وی به درد خود پی ببرد و دارویی را که طبیب تجویز کرده است بخورد. حضرت عالی بیمارید و به درد خود پی برده اید و فلک، یا بهتر بگویم خداوند که طبیب ما بندگان است، دارویی را که شفا بخش درد شماست تجویز کرده است. اما داروهای خداوند عادتاً اندک اندک اثر می بخشد و معجزاسا درمان می کند. از طرفی گناهکارانی که واجد عقل و ادراکند بیش از ساده لوحان و احمقان مستعد و مهیای تهذیب و تزکیه نفسند، و چون حضرت عالی در سخنان خود کمال عقل و تدبیر و فهم و ادراک نشان داده اید، باید دل قوی دارید و به درمان وجدان نادرست و بیمار خود امیدوار باشید. اگر جناب عالی بخواهید راه را میان بر کنید و به سرعت قدم در راه نجات و رستگاری نهید، همراه من بیایید تا به شما بیاموزم که پهلوان سرگردان شوید. در این حرفه شریف چندان خستگی و درماندگی و حرمان و دربدری و سختی و نامرادی تحمل خواهید کرد که می توانید همه را به حساب ریاضت بگذارید و یکسر به بهشت بروید. روک از این نصیحت دون کیشوت گاه گاه خندید. سپس موضوع صحبت را تغییر داد و ماجرای غم‌انگیز و رقتبار کلودیا ژرونیما را حکایت کرد. سانکو از صمیم قلب متأثر شد، زیرا از زیبایی و طنازی و عربده‌جویی آن دختر شیطان سخت خوشش آمده بود. در ضمن این سخنان، مهترانی که به اصطلاح خود در پی دستبرد زدن رفته بودند باز آمدند. همراه خود دو نجیب زاده سواره و دو تن زائر پیاده و کجاوهی پر از زن با شش تن فراش پیاده و سواره را که ملتزمین رکاب بانوان بودند و دو پسر قادرچی را که به دنبال نجیب زادگان می رفتند گرفته و آورده بودند. مهتران آن جمع را در جلوی صف خود نگاه داشتند و به انتظار اینکه روک گینار اعظم نخستین بار لب به سخن بگشاید، سکوتی عمیق بر غالب و مغلوب حکومت می‌کرد. روک از آن دو نجیب زاده پرسید که کیستند و به کجا می‌روند و چه مبلغ نقدینه همراه خود دارند. یکی از ایشان جواب داد: قربان، ما دو تن سلطان داخل پرانتز کاپیتان پیاده نظام قشون اسپانیا هستیم. فوج ما در ناپل است و ما خود به بارسلون می رویم تا با چهار کشتی که می گویند در آن بندر لنگر انداختند و فرمان دارند که به سیسیل بروند حرکت کنیم. همراه خود 200 الی 300 اشرفی نقدینه داریم که کافیست خود را با آن غنی پنداریم و با خیال آسوده به سفر برویم، زیرا سربازان عموماً فقیر و بیچیزند و کمتر ممکن است اینقدر پول داشته باشند. روک همان سؤال را از زائرین کرد. آنان گفتند که به بارسلون می روند تا به عزم شهر روم به کشتی بنشینند و هر دو مجموعاً 60 رئال نقدینه همراه دارند. روک از هویت بانوان داخل کجاوه جویا شد و مقصد ایشان را پرسید و حساب نقدینه ایشان را خواست. یکی از فراشان سوار در جواب گفت: در این کجاوه بانو دونا گیومار دوکینونس
زن نایب الحکومه ناپل است که با دختر خود که هنوز کودک است و با یک زن خدمتکار خاص و یک ندیمه سفر می کند. ما 6 تن فراشیم که در رکاب بانو می رویم و نقدینه ما بالغ بر 600 اشرفی است. روت گفت از این قرار فعلا در اینجا 900 اشرفی و 60 رئال پول نقد موجود است. جمع سربازان من به 60 نفر می رسد و چون من حسابگر بدی هستم شما حساب کنید که به هر یک از ایشان چقدر می رسد. به شنیدن این سخنان دزدان و راهزنان همه یک صدا فریاد برداشتند که زنده باد رک گینار، خدا کند که وی به رغم عمال عدالت خانه که کمر به قتل او بستند سالیان دراز استوار و پایدار بماند. لیکن آن دو سلطان پیاده نظام اسپانیایی مغموم شدند و بانوی نایب الحکومه اندوهگین گردید و زائرین نیز وقتی صحبت توقیف اموال خود را شنیدند دچار حزن و اندوه گردیدند. رک چند لحظه ایشان را در آن حال غم و اندوه و حیرت و سرگردانی باقی گذاشت، ولی چون نمیخواست حالت حزن و ماتم ایشان که از فاصله تیر رس شمخال به خوبی آشکار بود باقی بماند، اول رو به سوی صاحب منصبان کرد و گفت شما دو بزرگوار لطفاً 60 اشرفی به من قرض بدهید و سرکار علیه بانوی نایب الحکومه نیز 80 اشرفی مرحمت فرمایند تا من بتوانم دهان این دسته را که همراه من هستند ببندم، که بالاخره گفتند که هر که نان از عمل خیش خورد، که در پانویس نوشته شده در اصل چنین است کشیش از موعظه‌ای که میکند نان میخورد. ادامه متن: پس از آن آزادید و میتوانید بی مانع و رادع به سفر خود ادامه دهید و من دست خطی به شما میدهم که هرگاه به دسته دیگری از پیروان و دست یاران من که در این نواحی پراکندند برخوردید مزاحم شما نشوند و آسیبی به شما نرسانند. من هرگز در پی این نیستم که به لشکریان و جنگجویان زیان برسانم و یا به بانوان، به خصوص بانوان محترم و محتشم، اهانت کنم. صاحب منصبان پیاده نظام اسپانیایی در مقام سپاسگزاری و ادای تشکر برآمدند و بر جوانمردی و بزرگواری رک 1000 آفرین گفتند، که در حقیقت گذشت و احسان و کرمی بالاتر از این چه که نقدینه ایشان محفوظ میماند. بانو دوناگیومار نیز میخواست از کجاوه به زیر آید و دست و پای رک اعظم را به سپاس این گذشت و جوانمردی ببوسد، ولی رک اجازه چنین کاری به او نداد و حتی از جسارتی که نسبت به او روا داشته بود عذر خواست و گفت که چون شغل و حرفه وی دزدی و راهزنی است ناگزیر از ارتکاب چنین خطایی بوده است. بانوی نایب الحکومه به یکی از نوکران خود فرمان داد که فوراً 80 اشرفی درخواستی رک را بپردازد و آن دو سلطان پیاده نظام نیز 60 اشرفی خود را پرداخته بودند. زائرین هم میخواستند چیزی بدهند، ولی رک به ایشان گفت که شما معافید و چیزی نپردازید. پس از آن رو به دستیاران و مهتران خود کرد و گفت از این 140 اشرفی به هر یک از شما 2 اشرفی میرسد و 20 اشرفی هم باقی میماند. از این 20 نیز فوراً 10 اشرفی به این زائرین محترم بدهید و 10 اشرفی باقی را به این مهتر نجیب و مهربان بپردازید تا خاطره خوشی از این ماجرا داشته باشد. در این اسنا کیف و دواتی را که همیشه همراه رک بود حاضر کردند و او دست خطی به عنوان فرمانده دسته های خود نوشت و به دست مسافران داد. سپس
ایشان را مرخص کرد و مسافران که از بزرگواری و بلند همتی و قیافه موقر و دلپسند و از اخلاق عالی و عجیب او غرق در تعجب و تحسین بودند و او را به اسکندر کبیر شبیه تر می دیدند تا به یک راه زن به نام به راه خیش ادامه دادند. یکی از راهزنان به لهجه گاسکونی ولایت خود زبان به اعتراض گشود و گفت: فرمانده ما به درد کشیشی بیش از راهزنی می‌خورد و اگر از این پس بخواهد جوانمردی و لوتیگری کند از مال خود بکند نه از سهم ما. بدبخت مهتر این چند کلمه را چنان آهسته گفته بود که رک نشنود. رک خشمگین و برآشفته شمشیر کشید و چنان بر فرق او زد که به دو نیم شد و در آن حال با خونسردی هرچه تمامتر گفت: کسانی که بی‌شرمی کنند و نتوانند زبان خود را نگاه دارند این گونه کیفر می‌بینند. همگان بر خود لرزیدند و رک چندان در ایشان حس اطاعت و احترام دمیده بود که هیچ کس جرأت نکرد لب از لب به جنباند. باری رک به کناری رفت و به یکی از دوستان خود که در بارسلون بود نامه ای نوشت و به وی خبر داد که دونکیشوت پهلوان بلند آوازی مانش، پهلوان سرگردانی که آن همه ماجراهای عجیب و غریب از وی حکایت می کنند در نزد من است. و ضمناً به رفیق خود اطمینان داد که مردی شیرین‌تر و خوش صحبت‌تر از دونکیشوت که در هر رشته و هر فنی چیزی بفهمد و بداند در تمام عالم نمی توان یافت. رک همچنین به رفیق خیش نوشت که من دونکیشوت را 4 روز مانده به جشن حضرت ژان باتیست با خود به بارسلون خواهم آورد و او و مهترش سانکو پانزا را در حالی که پهلوان سراپا و مسلح به جامعه رزم و سوار بر روسینانت باشد و سانکو سوار بر خر خاکستری رنگ خیش در بندرگاه بارسلون و در آنجا که اهل شهر همه جمعند در معرض تماشای مردم قرار خواهم داد. رک در پایان نامه خود چنین نوشته بود: فراموش مکنید که این خبر را به دوستان ما یعنی به افراد خانواده نیرو بدهید تا در آن روز در بندرگاه حاضر باشند و از تماشای پهلوان لذت ببرند. من می‌خواستم که دشمنان آن خانواده یعنی افراد خانواده کادل را از فیض این تماشای فرهنگیز محروم کنم، ولی این کار غیر ممکن است، زیرا دیوانگی های عاقلانه دونکیشوت و شوخی ها و مسخرگی های مهترش سانکو پانزا چنان است که باید دوست و دشمن از آن لذت ببرند و سرگرم شوند. رک این نامه را به وسیله یکی از مهتران خیش به مقصد روانه کرد و آن مهتر پس از این که رخت راهزنی خود را بدل به رخت دهقانی کرد وارد بارسلون شد و نامه را به نشانی محلی که داشت به صاحب آن رسانید.